سلام رفقا، خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو جدید. آقا امروز یه ترکیب سیرک رویال آوردم مراتون اشغال کنین. ترکیب یه چیزی تو مایه های ویروه و مخصوص کشتن ترکیبای باف این سیزنه، ترکیبایی که رویال جاینت میارن که اولوت میشه یا همون تکامل پیدا میکنه و و و کارتایی که مثل الکترو جاینت، مثل پکا و از اینجور ترکیبای سنگینو خیلی راحت میزنیم و خیلی راحت هم میشه باش بازی کرد. تقریبا سایکل، بچه ها نمیگم 100%، تقریبا سایکل هم میشه باش بازی کرد و بستگی داره به شرایط و استراتژی بازیتون. این ترکیب، ترکیبی که توش رم رایدر داریم با لامبر جک، اسمشو لامبر رم رایدر لامبر رایدر. خب و بریم تستش کنیم. فقط یه نکته که هست، من هنوز فایر کرکرم و اولوت ندادم، تکاملش ندادم و امیدوارم که توی چالش تکامل یافته بشه. اگه نشه خب یکم ضعیف‌تر میشیم. حالا لیتس گو بریم اینجا سراغ بتل اول، اما قبلش حتما این ویدیو رو لایک کنین، سابسکرایب کنین و یه کامنت هم برام ول بدین که خیلی به آدم انرژی میده. عشقای من نشفگرین، لیتس گو بدون معطلی بریم سراغ بتل اول. اوکی بچه، بتل اول شروع شد. من یه لامبر جک ول میدم، ببینم حریفم چی میندازه. مرسی حریف. یه لامبرجکم پشتش ول میدم. متاسفانه فایر کرکرمون بچه ها اولوت نمیشه. چون اولوت فایر کرکر رو نداریم، فایر کرکر ما اولوت نمیشه و ایناست که بده. ایناست که واقعا بده. خب بتل اولی اینقدر سفید بودن، برو بکس یکم نمیدونم واقعا چی باید بگم. خب این بتل کلن حساب نیست در واقع. او یارون نتش قط بوده. خب که خیلی تمیز از ابیلیتی اینم استفاده کردیم از مانکو. خب اینو گفتم حسابش نمی کنیم. حالا بریم سراغ بتل های بعدی، ببینیم بتل های بعدی چی میشه. فقط اینکه فایر کرکرم اولوت نیست، این میدونی حالم گرفته شد در واقع. حالا لیتس گو بریم ببینیم چه اتفاقی قرار بیفته. چرا خوب اولوت نمیشی وقتی میام کلاسیک بزنم؟ بذار اولوت بشه کم لذت ببریم دیگه. حالا لیتس گو بچه، بریم سراغ بتل دوم بدون معطلی. رفقا بتل دوم استارت شد. مرسی واقعا، واقعا مرسی. همین که بتل استارت شد اوکی، فشار ما هم شروع شد به نازم. خب هوگی داریم اینجای بازی و این هوگی که نگران کننده است. خب اون بربر که اونجوری هول بدیم جلو، لامبرجک کاش میمرد و من اینجا با، خب الان دیگه مرگشم فایده ای نداره بچه. اشتباه بود، نباید رو مینداختم رم رایده رو. حالا انداختم هم دیگه نباید سرش قور بزنیم. یه اینفرنو دراگ میذاریم، والکریشو میگیریم، اینجا کار یه مانک ول میدیم، این دوتا رو میفرستیم بره سمت جلو. اونم که چسبیده روی مانک، ابیلیتی مانکو میزنیم بچه. ابیلیتی مانکو بزنیم، این کارتا خود به خود اینجوری جمع و جور میشن و ما کارو تقریبا در میاریم. خب الان نوبت فایر اسپیریت و هوگشه برای دفاع کردن، بعد آماده باشیم و کارش رو یک سره کنیم. اوکی حریفمون رفت از عقب بیاد و ایناست که نمیدونم بده یا خوبه. خب از یه سمت دیگه بهمون حمله میکنه این بازیکن، ما هم از این سمت بهش یه حمله بدیم. حالا وای خدایا، لامبرجک نه اصلا فایده ای نداره. باز خوبه رم رایدر یکی زد بچه ها، رم رایدر یکی بزنه خیلی خوبه. حتی اون یه دونه
اتکش هم جواب میده و یه مانکویل بدیم از پشت، حریفمون کارهای خودش رو انجام بده. من اینجا یه برل میزنم اینجا برای این کارتهایش و یه اینفرنو دراگون، میگم الکترو، یه اینفرنو دراگون میزنم اون پشت، یه دونه فایر کرکر از اینجا، اینجا هم لامبر جکه میره، ابیلیتی رو میخوریم اینجا برای اینم میزنیم و یه دونه اروی تمیز اونجا لازم داره. مرسی، فایر اسپیریتش هم مرد بچه ها. دوتا فایر کرکر عالیه، ولی خب والکری انداخت پدر سگ، این والکریه نمیذاره من کارمو انجام بدم، این والکریه پدر سگ نمیذاره ما کارمونو انجام بدیم و بدون فشار بازی کنیم. خب همین که بره جلو تاور بچسبه، لیتس گو، ابیلیتی رو استفاده میکنیم، یه ارو هم میزنیم. لامبر جک نه نتونست کاری انجام بده. وای فایر کرکر رو از کجا فهمیدی قرار فایر کرکر بندازم که اونجوری چیز انداختی، والکری انداختی پدر سگ، چطوری؟ خیلی خوبه، دمیج تمیزی از هوگ خوردیم، یعنی منظورم سیف بازی. خب ابیلیتی مانکو بدیم بره، خب تاورش باز دمیج میشه و ایناست که خوبه. یه فایر کرکر اینجا میخوایم، لیتس گو. اینم از بتل دوم رفقا، گفتم ترکیبش فشار میده حریفا رو، حالا شما بگی نه. امیدوارم یه رویال جاینتی چیزی هم جلمون بیفته رونم تستش کنیم. ترکیب بدون فشاریه، ولی باید مغز بازیتون رو به کار بندازین، همینو بس. لیتس گو بریم سراغ بتل دومه که زدیم، بریم بتل سوم. لیتس گو. بتل سوم استارت شد، عالیه. کارتی ندارم بچه، یه رم رایدر همینجوری ول میدم. نگو که پکاه، نگو که پکا دیریله. یه فایر کرکر میذاریم این ته، یه برلم میزنیم برای الکترو ویزاردش. یکم برل دیر اومد بچه. یه مانک، حریفمون الان پکا بندازه خود فشار ناموسن. اوکی من این فرنو دراگونم از الان بذارم ناموسن، از الان بذارم که فشار نخوریم و اینم اینجا دفاع کنیم. تموم شد، تموم شد فشار، تموم شد. میریم برای فایر کرکر، ماجیک آرچر هم داره. آخ آخ آخ، اگه گست نمینداختی کار به نحو احسنت در می اومد. حالا یه برل میزنیم که اون به مهار فشار، فشار فشار خوردی پدر سگ با تورنیدوت. مرسی، جا داشت سری میفرستادم ولی خب الان دیگه جا ندارم. گابلین دیریله که الان قرار بیاد بچه ها. یه مانک ول بدیم. حاجی با کنون اومده. خب این کارتش چیه؟ یه ماجیک آرچر داشت، یه تورنیدو داشت، یه دیریل داشت، یه گست داشت. تا اینجا 4-5 تا. خب این کارت آوردیم جاش. اوکی. ابیلیتی، ابیلیتی. مرسی. مرسی. اینجا کارم یه برل. مرسی باز، یه دونم اینجا اسکلتون، بازم مرسی. اینجا کال یه رم رایدر این مدلی، رم رایدر هم کارش درست بود، عالی بود اصلا. اینجا یه لامبر جک میچسبونیم و یه برل تمیز، ولی خب نمیتونیم جلوی دش گلدن نایت رو بگیریم بچه ها، بد شد. خب این الان که دیگه داریم میزنیم، وای ببین اشتباه از من بود، اشتباه از من بود، بعد رم رایدرم از این سمت میذاشتم، حالا ایرادی هم نداره، یه مدل دیگه جمعش میکنیم. این لامبر جکه که نمیتونه کاری انجام بده خب، ولی این رم رایدری که از اینجا بندازم به پره تو ریج میتونه یه حرکتی بزنه برامون.
مجبور شد گابلین دیریلش رو تو دفاع استفاده کنه. این خودش یه حرکت خیلی بزرگه. مرسی، جلو دشش رو راحت گرفتیم مچه. خب همین الان ابیلیتی رو میزنیم. دفاع تمیز خوبه. یه دونه برلم میفرستیم. دفاع فول تمیز. لامبرجک منو سری بزن که کار دارم. سری بزن. خب سری نمیزنی اینجوری میشه دیگه. سری نمیزنی اینجوری میشه، آدم عصبانی میشه. خب یه مانک دوباره میذاریم بچا. مرسی. یه مانک تمیز استفاده کردم و همون مانک تمیزه که نمیذاره یارو از ماجیک آرچرش به نحو احسنت استفاده کنه. اینجا هم که این دفاع میشه، یه فایر کرکر هم همین ته میذاریم، سه تا اسکلت ول میدیم بین اینا. خب یه دون رم رایدر همینجوری ول میدیم. خب این که بمیره من باید کار الکترو ویزارد یارو رم اوکی کنم، برم سراغ ادامه داستان و ببینیم که قرار چه اتفاقاتی بیفته تو این بازی خشن. اوکی، میریم برای فایر کرکر سوم رفقا. یه برل بفرستم برای ماجیک آرچر، یه دونم از اینجا رم رایدر بفرستم. خب ببین یه مانک هم باید ول بدم، اینجوری نمیشه. یه ارو هم میزنیم، ابیلیتی مانک میزنیم، میچسبه به تاور هرچی داره از سمت تاور میاد و باید حواسمون بچه ها به گابلین دیریل باشه و سلام، چیزای دیگه مهم نیستن. یه اروی دیگه هم میزنم که اگه آخر کاری اوکی دیگه بازی تمومه. تقریبا بریج اسپم زدیم دیگه، فقط آره دیگه بریج اسپم بود، تقریبا میشه گفت بریج اسپم بود. ترکیب حقیه، من که راضیم و بریم سراغ بتل آخر ببینیم چه اتفاقی تو بتل آخر میفته. بروبکس بریم سراغ بتل آخر یا نریم؟ قبلش بذار من چستامو باز کنم. دو تا چست داده، یه لژندری بده، یه لژندری بده. ای پدر سگ. خب ببین یه لژندری، یه لاوا میخوام، یه لاوا، یه لاوا. بازم که نداد. اوکی بچه بریم سراغ بتل آخر بدون معطلی، لیتس گو. بتل چهارم رو در مقابل خدا بازی میکنیم. چه فازی اسمتو خدا گذاشتی، چه فازی ناموسن. اوکی من با یه رم رایدر کار اسکلتاشو یکی میکنم، کار خدا رو داریم انجام میدیم. گاد چه اسم شیتیه برای خودت انتخاب کردی. خب یزید، خب یه ارو هم از همین الان میزنم اونجای کار. خب الان که این مرد، بندی تو بدون فشار سعی میکنیم در بیاریم، ولی خب پشتش فایر کرکر میذاره، بعد فایر کرکر یه والکری میکنه تو پاچمون. خب ما از اینجا میذاریم مانکو، میذاریم یه کینگ تاور هم اونجا اکتیو که نمیشه هیچ، فشارش ده برابر میشه. وای ابیلیتی، ابیلیتی. خب حداقل یه چوسه دادیم متاورش، خوبه. چرا انقدر پشت سر هم داری حمله میکنی؟ برام سوال شد. یکم به خود استراحت نمیدی پسر؟ یه استراحتی بکن، بذار ما یکم اکسیر جمع کنیم. به خدا هر کس این مدلی حمله کرده وین نتونسته بزنه، من بگم به تا. اوکی حالا هر جور دوست داری بازی کن. ابیلیتی، ابیلیتی رو بزن، بیا فشار بخور، بشین فشار بخور. خب اینم از ارو.
خب که من یه لامبرجک بذارم اونجا که این نگیره رو تاور ما، برلمون استفاده بکنیم و کار ویچشو یه سر بکنم، میریم برای ادامه داستان بازیمون. یه دونه اونجا ابیلیتی تمیز استفاده میکنیم. دقت کردین تاور رو فقط با یه چوسه اوکی زدم، حمله های چوسکی زدم در واقع. برل 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 برل، مرسی مرسی، عالیه، فوق‌العاده است. آخ آخ آخ، زد دیگه آجی، زدش نمیشه کاریشم کرد. بعد برای تاور دومش بازی کنیم. یه مانک میذارم این پشت. مثلا اینفرنو دراگ استفاده نکردم این دست. یه اینفرنو دراگم ول میدم با فایر کرکر. فایر کرکر رو بد گذاشتم، نه خوب گذاشتم. اوکی، اسکلت پلی میدیم اینجا، بقیه کارتامونو پلی میدیم، یه برل پلی میدیم اونجا، یه دونه ارو پلی میدیم، اروه تمیزی هم پلی دادیم ناموسن. خب اونو بزنن، میریم برای یه رم رایدر دیگه و دیگه فشار نباید بخورم دیگه، نه یا نه من همیشه باید فشار بخورم. من همیشه قراره فشار بخورم مچا. آخ 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 آخ، ببین ایناست که فشاره دیگه، ایناست که خود فشاره. خب من نمیرسم، اکسیر کم دارم میارم. اینم هی داره تو پاچمون میکنه، هی کارتاش داره تو پاچمون میکنه. اوکی اونجا فایر کرکرشو با خود رم رایدر دفاع میکنیم. بیا عقب دیگه حاجی، بیا عقب، نذار فشار بخوریم. من مانکم هم پلی بدم، یه فایر کرکر از این ته ول بدم، اینجا ست اسکلت ول بدم، یه دونه اونجا فایر چیز بفرستم، رم رایدر بفرستم، اینا رو اینجوری بزنم دیگه ناموسم بسته دیگه، بسته ته. این فایر کرکر باید جواب باشه بچه ها. خب جواب نبود، ولی خب رم رایدر دیگه جوابه، جواب نبود. فشار فشار بچه ها. وای میست دادم ارو رو، دیگه بسته دیگه بسته بسته. فایر کرکر یکی بنداز، مرسی، بازی تمام شد. هول شدم آخر کار. خب در مقابل فردی به نام گادم بازی کردیم، رو دستش زدیم و عالی بود. اوکی اینم از این ویدیو تمیز بچه ها. مرسی که این ویدیو رو نگاه کردین. اگه این ویدیو رو دوست داشتین حتما این ویدیو رو لایک کنین، سابسکرایب کنین و کامنت هم ول بدین و این ویدیو رو برای دوستانم بفرستین که کامنتتون بزرگ بزرگتر بشه. میبینین که چقدر خفم بود ترکیب رو چون نشون ندم. این ترکیب بود با میانگین اکسیر 3 و 4، خیلی خفن، همه رو ترکوندیم رفت. اگه فایر کرکرم اولود شده بود که اصلا خیلی خفن ترم میشد. و نکته انحرافیش اینه که بچا اسکلت هم تو این ترکیب هست و حریف گیر میکنه اول بازی که اسکلت اولوته یا فایر کرکر، بعد فایر کرکر رو میکنی تو صورتش. برای بکس دوستتون دارم زیاد، خنده به لبتون بیاد و فعلا من برم دیگه. خدافظ، پیس اوت.